امروز میخوام در مورد GTA با اتون صحبت کنم که اکثرا اسمش رو نشنیدید. پس به اپیزود جدید اتاق بازی منم خوش اومدی. خیلی ها نمیدونن اما ما GTA گمنام کم نداریم. تا حرف از GTA میشه همه یا میگن GTA 5 یا سان آندریاس ده تهش GTA وای سیتی، ولی خب ما هنوز کلی بازی دیگه توی این مجموعه داریم. مثلا GTA وای سیتی استوریز یه پیش درآمد به بازی وای سیتی که کلی از سوالهای بی جواب بازی رو جواب میده، یا مثلا لیبریتی استوریز که مقدمه بازی GTA 3. خب این بازی ها بی ایراد نیستن، اما بازی های بدی هم نیستن. یا مثلا GTA 4 خودش خیلی بازی خوبیه و بدون شک یکی از بهترین خطهای داستانی رو توی مجموعه داره، اما یه بازی داریم که از همه اینا ناشناخته تره. جالبتر اینه که این بازی تقریبا روی هر پلتفرمی هم اومده، حتی تلفن‌های همراه، ولی بازم خیلی ها یعنی خیلی ها هنوز بازیش نکردن. اسم این بازی GTA چایناتاون واره. تنها شکست فرانچایز GTA. اما چرا؟ فکر کنید الان سال 2008 راکستار تونسته با GTA 4 و DLC هاش وارد دنیای HD بشه، اما اونا با این مقدار راضی نبودن. اونا میخواستن به همه نشون بدن که موفقیت بازی هاشون اتفاقی نبوده و با یه بازی قابل حمل همه رو سورپرایز کنن. البته اونا قبلا یه موفقیت های نسبی با GTA Vice City Stories و Liberty Stories داشتن، بازی که یه عده یه سری نقد بهش داشتن، ولی این دفعه اونا میخواستن یه چیزی بسازن که بی نقص باشه. ولی خب فروش بازی نشون میده که همه چی طبق نقشه پیش نرفته. منتقدها البته عاشق بازی شدن و امتیازهای بالایی هم بهش دادن، ولی فروش بازی خیلی ناامید کننده بود. به طور مثال پیش بینی راکستار برای سال اول فروش 2 میلیون نسخه بود. فروش بازی به 1/10 این عدد هم نرسید. از اون عجیب‌تر هم ریاکشن گیمرها بود که اصلا این بازی رو دوست نداشتن. بازی البته بدون نقص نبودا. به طور مثال بازی اون کشش شماره‌های قبلی رو نداشت. بازی یه جورایی اون جنجال‌های بازی‌های قبلی رو خب نداشت. جنجال و GTA همیشه با هم میاد. مگه غیر از اینه؟ بذارید از نقشه بازی شروع کنیم. نقشه همون شهر لیبریتی سیتی بازی GTA 4 که خدایی هم بعد از آب در نیمه. اما به طور عجیب یکی از جزیره‌های اصلی بازی 4 رو از شماره حد شده. در واقع این جزیره اولش قرار بوده جزء بازی باشه، ولی به خاطر قدرت پایین DS کنار گذاشته شده. نمیدونم چرا، ولی نبودن این جزیره توی بازی خیلی حس میشه. اما این تنها کم بوده چایناتاون نبود. یکی از فیچرهای خیلی خاص بازی‌های GTA ایستگاه‌های رادیویی بازیه. توی این بازی ما فقط 5 تا ایستگاه رادیویی داشتیم که با فاصله کمترین مقدار ایستگاه رادیویی توی کل مجموعه به حساب میاد. یا مثلا ساوند افکت هایی که توی بازی استفاده شده مربوط به شماره های قبلیه. واقعا این کمبوت ها عجیبه. راکستار تا اونجایی که ما میشناسیمش دنبال سرکیزه کردن گیمرها نیست. داستان چی؟ اون چطوره؟ داستان خیلی معمولیه و البته خیلی خیلی هم کوتاه. البته داستان بد نیستا، ولی خب کوتاهه دیگه. داستان بازی حول مواد مخدر و انتقام میچرخه. بازی از اونجایی که جزء بازی‌های مدرن مجموعه به حساب میاد، داره چک پوینته که خب این از نکات مثبت بازی هم به حساب میاد. شما همچنین میتونید سفرهای غیر ضروری توی بازی هم رد کنید. مثلا سفری که باید انجام بدی تا به جایی برسید که ماموریت رو شروع کنی. راستی توی این بازی بخش آنلاین هم داریم. ما در کل 6 تا مود توی این بخش داریم، از ریس با ماشین بگیر و دد مچ که سرورهای این بازی ها سال هاست که خاموش شده و هیچ کدومشون هم دیگه در دسترس نیست. بذارین یه خوردم در مورد مکانیک های بازی هم صحبت کنیم. درست مثل GTA سان آندریاس شما میتونید برای خودتون باد درست کنید. البته اون عمق سان آندریاس رو نداره، ولی خب هست دیگه. تیراندازی هم به خاطر سیستم اوتولاک خیلی آسون و چالش خاصی ایجاد نمی‌کنه. تنوع ماشین‌های بازی هم البته بدک نیست. بیشتر ماشین‌های دنیای سه‌بعدی مجموعه GTA هم توی این بازی هست، ولی خب ماشین جدیدی که فقط مخصوص این بازی طراحی شده باشه خود من توش ندیدم. اگه شما می‌شناسین حتما تو کامنت‌ها برام بگید.
چیزی که برای خود من توی این بازی خیلی عجیب بود، سیستم تعقیب و گریز توی این شماره بود. خب توی جی تی ای های قبلی شما باید از دست پلیس ها فرار کنید، ولی توی این شماره شما زمانی از دست پلیس ها راحت میشید که نابودشون کنید. یه سیستم خیلی آرکیدی که بیشتر به حال هوای بازی های برن اوت میخوره تا جی تی ای. توی این شماره از کلی راه میتونید پول به دست بیارید. پول به جز انجام ماموریت اصلی و فرعی که بهتون پول میده، شما میتونید کارهای دیگه هم بکنید. مثلا خالکوبی کنید. شما میتونید کارهای خالکوبی انجام بدید و پول در بیارید. اصلا یکی از نکاتی که بازی چایناتاون رو خیلی خاص میکنه همین مینی گیم های بازیه. بازی به بهترین شکل ممکن از سیستم تاچ پد DS استفاده میکنه. شما میتونید ماشین روشن کنید، سطل آشغال ها رو بگردید، شیشه ماشین ها رو بشکونید و کلی کار جالب دیگه. اما خاص‌ترین مکانیک بازی چایناتاون سیستم معامله مواد مخدر توی بازیه. این مکانیک برای اولین بار قرار بود توی جی تی ای سان آندرئاس مورد استفاده قرار بگیره که خب به دلایل این اتفاق نیفتاد. احتمالاً راکستار ترسیده که رسانه‌ها به این موضوع گیر بدن. بزرگترین نوآوری این بازی که یه جورایی توی جی تی ای های دیگه هم مورد استفاده قرار گرفته، سیستم هاب بازیه. تا قبل از این ما پر پوشی تلفن داشتیم که یه وقتایی زنگ می‌خورد، اما توی این شماره برای اولین بار ما یه هاب اختصاصی داشتیم که توش میتونستیم ماموریت‌ها رو از طریق ایمیل دریافت کنیم و از همه مهمتر اینترنت داخل دنیای جی تی ای برای اولین بار توی این شماره معرفی شد. شما میتونستین از طریق اینترنت اسلحه خرید و فروش کنید. راستی به این نکته هم اشاره کنم که دوربین بازی با اینکه تغییر کرده ولی خوبه، جواب میده و اصلا اذیت نمی کنه. خب حالا میرسیم به این موضوع که اصلا بازی ارزش بازی کردن داره یا نه؟ ولی از نظر من که بله، بازی خیلی با جی تی ای هایی که تا به امروز بازیشون کردیم متفاوته و احتمالاً اگه با اون انتظار بیاید سمتش تو ذوقتون میخوره، ولی اگه بازی رو همون جوری که هست قبول کنید میتونه سرگرمتون کنه. به نظر من که امتحانش کنید. بازیش روی موبایلم اومده، همین الان بذارید دانلود بشه، حجمی هم نداره. خود من که بازیشو دوست داشتم و ازش لذت بردم. خب کامنت ها برام بنویسید که کدومتون این بازی رو انجام داده بودید و آیا دوستش داشتین یا نه.